درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز چهارشنبه 19 جولای 2023 میلادی برابر است با 28 تیر ماه سال 1402 خورشیدی. بازنشستگان معترض ایران بار دیگر در چندین شهر بزرگ کشور تجمع کردند و خواستار تحقق مطالبات خود از جمله افزایش مستمری متناسب با تورم شدند. بر اساس اخباری که در شبکه‌های اجتماعی آمده، این تجمعات در روز سه‌شنبه 27 تیر ماه مقابل ساختمان‌های صندوق بازنشستگی و استانداری شهرهای کرمانشاه، یزد، شیراز، همدان، اردبیل، کرج، قزوین و سنندج برگزار شد. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد که شرکت کنندگان در این تجمعات با در دست گرفتن پلاکارت‌هایی خواستار آزادی فعالان صنفی زندانی و دیگر زندانیان سیاسی شده بودند. همزمان شماری از افراد دارای معلولیت مقابل ساختمان شهرداری تهران، جمعیت معلمان در شیراز و گروهی از کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه مقابل شرکت طرح توسعه و صنایع جانبی باغ در اهواز با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. رسانه‌های وابسته به حکومت ایران خبر دادند که دادگاه سپیده قلیان، زندانی سیاسی که قرار بود صبح روز چهارشنبه 28 تیر ماه به صورت علنی برگزار شود، به دلیل آنکه او حاضر نشد با حجاب اجباری در جلسه محاکمه حاضر شود، لغو شد. دادگاه خانم قلیان که وعده داده شده بود به صورت علنی برگزار می شود، یک روز بعد از آن لغو شد که او از تمام خبرنگاران دعوت کرد که در جلسه حاضر شوند و دفاعیات او را بشنوند. شعبه 1207 دادگاه کیفری 2 مجتمع کچویی قرار بود که امروز به صورت علنی به شکایت عامل سادات ذبیح‌پور از این فعال کارگری رسیدگی کند، اما خبرگزاری ایسنا به نقل از مسئولان دادگاه نوشت که خانم قلیان با وجود توصیه‌های فراوان حاضر به رعایت حجاب و شئونات اسلامی نشد و به همین دلیل به دادگاه اعزام نشد. کافه خانه گدار در تهران که نیکا شاکرمی در آن کار میکرد اعلام کرد که به دلیل شرایط پیش آمده تعطیل شده است. این کافه روز سه‌شنبه در حساب اینستاگرام خود نوشت: با شرایط پیش آمده، چون نمیتوانیم آنچنان که شایسته شأن شماست انجام وظیفه کنیم، میان ماندن به هر شکل یا رفتن، به احترام شما رفتن را برگزیده ایم. مسئولان خانه گدار درباره شرایط پیش آمده توضیحی ارائه نکردند، اما در ماه‌های اخیر فشارهای حکومتی علیه اصناف به ویژه کافه ها و رستوران ها در راستای اعمال حجاب اجباری افزایش یافته است. نیکا شاکرمی از معترضان نوجوان کشته شده در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی مدتی در این کافه کار میکرد. یکی از کاربران شبکه های اجتماعی نوشته است که یکی دیگر از دختران شاغل در این کافه هم هدف گلوله های ساچمه‌ای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته است. این کاربر روز چهارشنبه در توییتر نوشت: چند ماه پیش دیدم چشم یکی دیگر از دختران میزبان هم پانسمان سفید دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی تن ندادن زنان و دختران ایرانی به حجاب اجباری را ناهنجاری توصیف و اعلام کرد که اگر هنجار شکنی ها ادامه پیدا کند، بازگشت به وضع مطلوب سخت تر می شود. محمد باقر قالیباف روز چهارشنبه در جمع بسیجیان زن از لایحه موسوم به عفاف و حجاب که برای اعمال سخت گیرانه تر سیاست حجاب اجباری تدوین شده دفاع کرد. به با این حال خواستار عدم تصویب عجولانه و ناپخته این لایحه شد و گفت اگر دو فوریت این لایحه رأی می آورد، 72 ساعت بعد از تصویب دو فوریت باید به صحن می آمد و نماینده ها نیز ظرف 8 ساعت پیشنهادهای خود را می دادند و این کار عجولانه و ناپخته پیش می رفت. رئیس مجلس افزود: از سمتی معتقدیم که اگر زمان بر شود و هنجار شکنی ها ادامه پیدا کند، بازگشت به وضع مطلوب سخت تر می شود. پس زمان برای من مهم بود و یک فوریت آن را تصویب کردیم.
شعبان محمدی، سوران اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه سه معلم زندانی به دلیل اعتراض به روند غیرقانونی صدور احضاریشان در دادگاه حاضر نشدند. انجمن صنفی معلمان کردستان، مریبان و سربابات هم در بیانیه ای با اشاره به احکام ناعادلانه این سه معلم زندانی قضاوت‌های قارون وسطایی را محکوم به شکست خواند. شعبان محمدی، سوران اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه به دلیل رعایت نشدن فاصله زمانی مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری از زمان ابلاغ تا رسیدگی و نیز عدم صدور و ابلاغ احضاریه برای دادرسی از حضور در جلسه روز گذشته دادگاه خودداری کردند. جلسه دادگاه قرار بود که ساعت 10 روز سه‌شنبه 27 تیر ماه برگزار شود، اما این سه فعال صنفی تماس تلفنی با وثیقه گذاران بدون ابلاغ الکترونیک به متهمان و وکلای پرونده را فاقد وجاهت حقوقی و قضایی دانستند. این فعالان صنفی در حالی در بازداشت و ماها در زندان انفرادی نگه داشته شدند که به جز فعالیت صنفی و دفاع از حقوق معلمان، دانش آموزان و کارگران هیچ فعالیت دیگری نداشتند. خبرگزاری ایلنا به نقل از فعالان کارگری خواهان موافقت دولت با برگزاری میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور شد. در گزارش این خبرگزاری از قول یک فعال کارگری، میثم لطیفی را بزرگترین مانع تحقق طرح ساماندهی که مورد حمایت دولت قرار گرفته نامیده و گفته است که ما کارگران از برخورد جدی قوه عدلیه با این موضوع احساس خرسندی می‌کنیم و از این رأی حمایت می‌کنیم. به گفته احسان سهرابی، رأی دیوان عدالت اداری از این نظر که قوه قضاییه تعارف و مصلحت را کنار گذاشته حائز اهمیت است. این فعال کارگری با اشاره به مخالفت لطیفی با طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت کارگران بسیاری در انتظار برکناری آقای لطیفی هستند و نمی‌دانیم دولت چه اصراری بر نگه داشتن ایشان دارد. طرح ساماندهی کارکنان دولت از این رو برای کارگران اهمیت دارد که با تصویب این طرح فعالیت پیمانکارانی که از دهه 70 در راستای سیاست تعدیل ساختاری و با هدف کوچکتر کردن دولت کارها را به دست گرفتن محدود می شود و کارگران شاغل در این نهادها تبدیل وضعیت شده و به صورت مستقیم با مجموعه اصلی خود قرارداد می بندند. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی تازه با مصاحبه با کارشناسانی در داخل و خارج از ایران و مصاحبه با شهروندان ایرانی در شش استان حرکت سریع ایران به سمت ورشکستگی آبی را بررسی کرده است. در این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شد آمده وضعیت کمبود آب در ایران که کارشناسان میگویند تا حد زیادی ناشی از چندین دهه سوء مدیریت است، با شتاب گرفتن تغییرات آب و هوایی وخیم‌تر شده و تبدیل به محرک فزاینده‌ای برای نارضایتی اجتماعی در ایران شده است. واشنگتن پست می‌افزاید که مقامات جمهوری اسلامی در مواجهه با این وضعیت سعی دارند که کلیت تقصیر را به گردن عوامل دیگری چون طالبان افغانستان، پدیده‌های طبیعی و مصرف زیاد شهروندان بیندازند. افرادی که برای این گزارش در شش استان ایران با آنها مصاحبه شده، عملکرد جمهوری اسلامی در زمینه بحران آب را غیر قابل دفاع و بد توصیف کرده و گفتند که دولت مسئولیت سوء مدیریت خود را بر عهده نگرفته است. گرانقدر اشمان، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگان جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت می‌کردین
بله ما در زمان پندامیک باز بودیم و به همه کارمندا و کارگرامون حقوق پرداخت می‌کردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. مهدی کوهیان عضو کمیته پیگیری وضعیت هنرمندان بازداشت شده اعلام کرد که افسانه بایگان، هنرمند پیشکسوت سینما و تئاتر ایران، به دلیل استفاده از کلاه به 2 سال حبس تعزیری که به مدت 5 سال تعلیق شده و مراجعه هفتگی به مرکز روانشناسی و دریافت گواهی سلامت محکوم شده است. از دیگر مجازات های تکمیلی صادر شده برای این بازیگر که از همراهان جنبش زن زندگی آزادی بوده میتوان به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور اشاره کرد. خانم بایگان در تاریخ 21 تیر ماه سال جاری به دنبال دریافت ابلاغیه‌ای برای شرکت در دادگاه جهت رسیدگی به اتهامات انتصابی خود به دلیل استفاده از کلاه به جای حجاب اجباری و حضور بدون حجاب در محافل عمومی اعلام کرد که از عرصه بی‌حرمت بازیگری کنارگیری می‌کند. روزنامه جام جم با اشاره به گرانی گوشت قرمز در ایران نوشت که قیمت گوشت برای ایرانی ها چند برابر بیشتر از فقیرترین کشورهای جهان مانند مغولستان، رواندا و تانزانی است. این گزارش با بررسی شاخص قیمت گوشت در جهان تاکید کرد که مردم ایران هر کیلوگرم گوشت را چند برابر گرانتر از فقیرترین کشورهای جهان می‌خرند، به طوری که ایرانی‌ها 2.3 برابر بیشتر از مغولستانی‌ها و 2.2 برابر از رواندایی‌ها و تانزانیایی‌ها برای خرید یک واحد گوشت هزینه می‌کنند. از سوی دیگر مردم 113 کشور در دسترسی به گوشت توانمندتر از ایرانی‌ها هستند و قیمت گوشت فقط در 53 کشور جهان از ایران بیشتر است. روزنامه هم میهن هم روز چهارشنبه در گزارشی به بررسی آمارهای رسمی ارائه شده درباره گسترش فقر در ایران پرداخت و با تاکید بر اینکه لاپوشانی فقر بدتر از فقیر کردن مردم است، به تبعات فقیر شدن طبقه متوسط اشاره کرد. به گفته این روزنامه، فقیر شدن طبقه متوسط عوارض مهمی ایجاد کرده که از جمله آن کاهش شدید فرزند آوری است. بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، همچنین 11 میلیون تن در دهه 90 به تعداد فقرای ایران اضافه شده است. گسترش فقر بر سوء تغذیه ایرانی‌ها هم اثرگذار بوده، به طوری که 41% از ایرانیان در
سال 2021 با ناامنی غذایی شدید یا متوسط مواجه بودند. بر اساس تازه ترین ارزیابی ها اعتبار گذرنامه ایرانی نسبت به سال گذشته 10 پله صعود کرده و به رتبه 92 در میان کشورهای مختلف جهان رسیده است، اما ایرانیان همچنان برای دریافت ویزا به منظور سفر به بسیاری از کشورهای جهان با مشکل مواجه هستند. بر اساس گزارش شرکت مشاوره جهانی اقامت و شهروندی، بعد از 5 سال صدر نشینی ژاپن، اکنون سنگاپور با 193 کشور مقصد بدون نیاز به ویزا صدر نشین این جدول شد. این در حالی است که کشور سنگاپور سال گذشته دومین مقام را در این رتبه بندی داشت. در رده بندی امسال آلمان، ایتالیا و اسپانیا در رده دوم قرار گرفتند. بدترین کشورها از نظر اعتبار گذرنامه‌هایشان همانند سال گذشته به ترتیب افغانستان، عراق، سوریه و پاکستان شناخته شدند. کارشناسان امور ایران و گروه‌های شبه نظامی خاورمیانه درباره فعالیت‌ها و تغییر استراتژی گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی در خاورمیانه هشدار دادند. در نشستی که روز سه‌شنبه به میزبانی اندیشکده فراحزبی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها برگزار شد، جو توزمن، پژوهشگر این اندیشکده، گفت 19 گروه شبه نظامی که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند در اطراف مرزهای اسرائیل فعالیت دارند. او گفت برخی از این گروه ها نظیر حماس و حزب الله در اخبار نامشان مطرح بوده، اما برخی دیگر اینطور نبوده است. این کارشناس گفت که از این 19 گروه پیکارجو تعدادی تحت تحریم های آمریکا قرار دارند و همه آنها تحریم نیستند. جو توزمن گفت برخی از این گروه ها نظیر حماس با اینکه از ایران کمک میگیرند تا حدی خودمختاری دارند، اما برخی دیگر به ویژه گروه های عراقی که در سوریه هستند و یا گروه جهاد اسلامی به طور ویژه تحت امر ایران هستند. توجمن گفت گروه حماس سعی در نیروگیری از نوجوانان دارد و با تبلیغات خود علیه اسرائیل در کمپ‌های تابستانی این کار را می‌کند. به گفته او ایران به اینکه گروهی سنی یا شیعه یا مسیحی کاری ندارد و مادامی که حاضر باشند علیه اسرائیل دست به سلاح ببرند از آنها حمایت می‌کند و به همین خاطر شاهد حضور 19 گروه شبه نظامی در مرزهای اطراف اسرائیل هستیم. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل خواست تا طرح بحث برانگیز اصلاحات قضایی دولت بنیامین نتانیاهو که بحران سیاسی عمیقی به وجود آورده با رویدادی مبتنی بر اجماع حل شود. وی که در کاخ سفید میزبان هرتزوگ بود، همزمان با اشاره به اعتراضات چند ماهه علیه پیشنهادهای دولت نتانیاهو اسرائیل را به خاطر قدرت دموکراسی ستایش کرد. روز سه‌شنبه پلیس تل‌آویو برای متفرق کردن دور جدید اعتراضات به استفاده از ماشین‌های آب پاش روی آورد. دست کم 45 تا هم در سراسر کشور دستگیر شدند. بایدن در حالی در دیدارش با اسحاق هرتزوگ بار دیگر درباره طرح نتانیاهو اظهار نظر کرد که 4 ماه پیش بنیامین نتانیاهو در واکنشی تند گفته بود که اسرائیل کشوری مستقل است. در اسرائیل نخست وزیر بالاترین مقام اجرایی است. با این حال اکنون اسحاق هرتزوگ به واشنگتن رفته و قرار است که به زودی در کنگره آمریکا سخنرانی کند. رانگان اجمن بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. هیجری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیجری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیجری در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hejarilawgroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جل باکس HT 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیر. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی.
داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. رئیس آژانس اطلاعات خارجه بریتانیا MI6 خبر داد که بر اساس ارزیابی های این سازمان، ارسال سلاح از ایران به روسیه موجب دامن زدن به اختلافات داخلی در بالاترین سطح در حکومت تهران شده است. ریچارد مور روز چهارشنبه در یک سخنرانی عمومی همچنین از جمهوری اسلامی برای دامن زدن به درگیری های بیشتر در اوکراین از طریق ارسال پهپاد و دیگر تسلیحات به روسیه انتقاد کرد. او گفت که این اقدام جمهوری اسلامی حتی مشاجرات داخلی در بالاترین سطح رژیم تهران را برانگیخته است. نیروهای طالبان در کابل تجمع اعتراضی گروهی از زنان را با تیراندازی هوایی و پاشیدن آب متفرق کردند. این زنان که گفته می شود آرایشگر هستند، در اعتراض به دستور بسته شدن آرایشگاه ها تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها با شعارهای نان کار آزادی و خاک پاکم را گرفتی آب و نانم را مگیر در مرکز شهر کابل در برابر چند آرایشگاه تجمع کردند. ماه گذشته حکومت طالبان دستور داد که تمام آرایشگاه های زنانه باید ظرف یک ماه بسته شوند. در آن زمان منبعی در اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته بود که این دستور طالبان باعث بیکاری حدود 60,000 زن در سراسر کشور خواهد شد. یک دریانورد استرالیایی که همراه با سگش 3 ماه در دریا سرگردان بودند، در نهایت با شناسایی یک هلیکوپتر و یک قایق ماهیگیری مکزیکی در آب‌های بین‌المللی نجات یافتند. این ملوان 54 ساله اهل سیدنی تیموتی لنس شادوک و سگ او بلا نام دارد. شرکت ماهیگیری گوپو مار که این شهروند استرالیایی را نجات داده، با انتشار یک بیانیه اعلام کرد که آقای شادوک را سوار بر قایقی تقریبا از کار افتاده در آبهای اقیانوس آرام در 1900 کیلومتری خشکی پیدا کردند. آقای شادوک و سگش بلا ابتدا با کنسرو‌هایی که در قایق داشتند و سپس با ماهی خام و آب باران خود را سیر نگه داشتند. طوفان موجب از بین رفتن تمام وسایل الکترونیکی قایقان ها شده بود. آقای شادوک و سگش ماه اپریل از شهر لاپاز مکزیک به سمت فرانسه حرکت کردند. چند هفته بعد مشکلات فنی برای قایق آنها به وجود آمد و موجب سرگردانی آنها در آبهای بین المللی شد. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی براتون آرزو میکنم.